این ویدیو داستان زندگی شیخ علی تهرانی است، شوهر خواهر رهبر جمهوری اسلامی، روحانی انقلابی که با حکومت شاه مبارزه می کرد اما بعد از انقلاب به صف مخالفان آیت الله خمینی پیوست و در اوج دوران جنگ به عراق رفت و در آنجا در برنامه‌های رادیویی خود از بغداد تبلیغات سیاسی وسیعی علیه ایران آغاز کرد. او پس از 11 سال به ایران بازگشت و در حالی که بسیاری انتظار داشتند به جرم خیانت اعدام شود، به 20 سال حبس محکوم شد و بیشتر آن را نیز در خارج از زندان گذراند. سلام و خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در این ویدیو داستان زندگی شیخ علی تهرانی را برایتون روایت می‌کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. علی تهرانی در سال 1305 در روستای ارنگه از توابع کرج در جاده چالوس به دنیا آمد. در نوجوانی همراه با خانواده به تهران نقل مکان کرد و به مکتب خانه رفت و خواندن و نوشتن آموخت. او به پیشنهاد پدرش عزت الله به حوزه علمیه لرزاده رفت و دروس مقدماتی علوم دینی را آموخت. تهرانی سپس به قم رفت. او دروس خارج فقه و اصول را نزد آیت الله بروجردی و آیت الله خمینی آموخت و با اتمام تحصیلاتش به تبلیغ علوم دینی و سخنرانی‌های مذهبی مشغول شد. با وجودی که نام خانوادگیش مراد خانی بود، اما از آنجا که روستای ارنگه از توابع استان تهران به شمار می رفت، طلبه ها او را شیخ علی تهرانی صدا می زدند. تهرانی در سن 35 سالگی رایی مشهد شد و تحصیل را در حوزه علمیه مشهد به مدیریت آیت الله سید محمد هادی میلانی از سر گرفت و همزمان آموزش طلاب جوان را در کسوت معلم آغاز کرد. در آنجا بود که سید مصطفی خمینی، دوست قدیمیش که به مشهد رفته بود، به خانه سید جواد خامنه‌ای رفت و دختر او را برای تهرانی خواستگاری کرد. در سال 1341 تهرانی در حالی که 36 سال داشت با بدر السادات 19 ساله دختر سید جواد خامنه‌ای که با او 17 سال اختلاف سنی داشت ازدواج کرد. شیخ علی تهرانی از استادان برجسته حوزه علمیه مشهد شمرده می شد و یکی از مریدان سرسخت علی شریعتی به حساب می آمد. در دهه 40 و 50 تهرانی به همراه سید عبدالکریم هاشمی نژاد، سید علی خامنه‌ای و عباس واعظ طبسی مبارزات علیه حکومت پهلوی در مشهد را رهبری می کرد. در پی تبعید آیت الله خمینی به عراق، علی تهرانی چند مرتبه مخفیانه و به صورت قاچاق به عراق رفت و با آیت الله دیدار کرد و پس از بازگشت به مبارزات خود ادامه داد. تهرانی در طول سالهای مبارزه با حکومت پهلوی 3 بار دستگیر و تبعید شد. بار اول در سال 1349 به دلیل سخنرانی تند و انتقادی علیه رژیم بازداشت و به ایران شهر تبعید شد. دستگیری دوم او در فروردین 57 اتفاق افتاد. شیخ که به دعوت محمد مفتح امام جماعت مسجد قبای تهران برای سخنرانی دعوت شده بود، بعد از دومین شب سخنرانی توسط ماموران ساواک دستگیر و این بار به سیرجان تبعید شد. او چند ماه بعد برای سومین بار نیز دستگیر و به سقز تبعید شد. در آستانه انقلاب 1357 تهرانی پس از بازگشت از تبعید سخت درگیر مسائل انقلاب در مشهد شد. در روز 5 آبان 1357 که تظاهرات بسیار بزرگی در مشهد برگزار شد، نماز جماعت به امامت شیخ علی تهرانی اقامه شد. بار دیگر در روز 8 آبان تظاهرات بزرگی ترتیب داده شد و تظاهر کنندگان در محوطه باشگاه دانشگاه فردوسی اجتماع کردند. در این اجتماع سید علی خامنه‌ای و شیخ علی تهرانی سخنرانی کردند. با پیروزی انقلاب، ریاست دادگاه انقلاب مشهد و مدتی هم ریاست دادگاه انقلاب اهواز به شیخ علی تهرانی سپرده شد و او به محاکمه بازماندگان حکومت پهلوی مشغول شد.
در سال 1358 علی تهرانی به نمایندگی از حزب جمهوری اسلامی مشهد داوطلب مجلس خبرگان قانون اساسی شد. او به عنوان هفتمین نفر منتخب از خراسان به خبرگان راه یافت. نوشتن کتاب‌های اقتصاد اسلامی و مالیات‌های اسلامی موجب شد او به کمیسیون مالی و اقتصادی مجلس خبرگان قانون اساسی برود. تهرانی در سال‌های مبارزه با حکومت پهلوی کتاب‌های متعددی نوشته بود و از این نظر در میان روحانیون پیشگام بود. بر اساس آنچه شیخ علی تهرانی در کتب فقهی‌اش نوشته، او قائل به حکومت اسلامی بود. به همین دلیل در جریان تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان از اضافه شدن اصل ولایت فقیه به این قانون به شدت دفاع کرد. حتی او در واکنش به مخالفت عزت الله صحابی از بنیانگذاران نهضت آزادی با اضافه شدن اصل ولایت فقیه در تجمعی که در میدان خزانه تهران راه انداخت با سخنان و رفتاری تند به صحابی اعتراض کرد. با این حال به نظر می رسید تهرانی از جایگاهی که بعد از انقلاب پیدا کرده بود چندان راضی نبود. او خودش را یک سر و گردن از روحانیون جوانی که حالا مسئولیت‌های مهمی در انقلاب یافته بودند بالاتر می‌دید. این خشم و عصبانی از زمانی به اوج رسید که برادر همسر او حجت الاسلام سید علی خامنه‌ای که هنوز 40 سال بیشتر نداشت با حکم آیت الله خمینی به عنوان امام جمعه تهران منصوب شد. پیش از آن آیت الله خمینی در اولین روزهای بعد از انقلاب عباس واعظ طبسی را که او نیز 9 سال از تهرانی کوچکتر بود به سرپرستی آستان قدس رضوی منصوب کرده بود. شیخ علی تهرانی خودش را عالم تر، با تجربه تر و انقلابی تر از آن دو می دانست و نادیده گرفتنش برایش گران آمده بود. با اوج گرفتن تحولات در سال 58 به مرور زمان اختلاف تهرانی با محمد بهشتی، اکبر هاشمی و سید علی خامنه‌ای بالا گرفت و نهایتاً به مخالفت او با جمهوری اسلامی انجامید. در پاییز 1358 با اشغال سفارت آمریکا در تهران و بازداشت عباس امیر انتظام، سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان به اتهام همکاری با آمریکا، جنگ لفظی علی تهرانی با حزب جمهوری به اوج خود رسید. تهرانی برخی رهبران حزب جمهوری اسلامی را عامل آمریکا دانسته بود و می گفت از میان بهشتی، رفسنجانی و خامنه‌ای دست کم 2 نفر با امیر انتظام همکاری داشتند و آنها نیز باید مجازات شوند. علی تهرانی یک روز پس از انتصاب خامنه‌ای به امامت جمعه تهران در 25 دی 58 در نامه‌ای تند به آیت الله خمینی واکنش خشمگینانه‌ای نشان داد و نوشت: با فردی که امام جمعه تهران کرده اید برای دوستان جاه طلبی او روشن است. نه معلومات درخور ذکری دارد و نه سابقه تقوایی مستحکم و با وجود علما و فضلای بسیاری در تهران که مسلم از این کار ناراحت می شوند، صلاح است تجدید نظر نمایید و با افراد بی نظر مشورت نمایید، نه با افراد جاه طلب و دستن در کار. در واکنش حجت الاسلام خامنه ای در پاسخ به سؤال روزنامه کیهان گفت: در این زمینه من خودم را بزرگتر از آن می دانم که به این اتهامات واهی پاسخی بگویم و اصولا دلیلی نمی بینم که به این گونه حرف ها پاسخ بگویم. اما حالا که شما اصرار می کنید، باید در پاسخ عرض کنم که علی تهرانی متاسفانه دستخوش توطئه شده، زیرا ایشان یک فرد ساده لو هست که افرادی با نقشه های حساب شده توطئه ای را طرح کردند و از ایشان به عنوان جزئی از عناصر اجرایی این توطئه استفاده کردند. روزنامه جمهوری اسلامی ارگان حزب جمهوری نیز چند روز بعد در یادداشتی درباره نامه شیخ علی تهرانی نوشت: شخصی این نامه را نوشته که خود را استاد اخلاق نامیده و در این زمینه ساعتها برای دیگران سخنرانی کرده و کتابها نوشته. او میگوید علما و فضلا از اینکه امام خمینی خامنه ای را به سمت امامت جمعه تهران منصوب کرده ناراحتند و بلافاصله می نویسد: من جز کار علمی برای هیچ کار دیگری مهیا نیستم. روشن و مبرهن است که استاد اخلاق مشهور که عمری را در راه مبارزه گذرانده بود نتوانسته بر نفس خود غلبه کند و این بار در متنی که هیچ گونه پیچیدگی در آن دیده نمی شود نفس خود را در پوششی از الفاظ به میدان آورده است.
او با زبان بیزبانی می نویسد چرا من امام جمعه تهران نشدم. تهرانی در نامه خود به آیت الله خمینی به موضوع دیگری نیز اشاره کرده بود. افغانی الاصل بودن نامزد حزب جمهوری اسلامی برای اولین انتخابات ریاست جمهوری. حزب جمهوری در سال 58 از نامزدی جلال الدین فارسی برای انتخابات حمایت می‌کرد و در بحبوحه رقابت‌های انتخاباتی مشخص شد که او ریشه غیر ایرانی دارد. حزب جمهوری در نهایت با نظر آیت الله خمینی فارسی را کنار گذاشت و حسن حبیبی را به عنوان نامزد خود معرفی کرد. علی تهرانی در نامه خود اعتراض کرده بود که در زیر پوشش جلال الدین فارسی سه نفر آقایان بهشتی رفسنجانی و خامنه‌ای می‌خواهند کارهای اجرایی را به دست گیرند و قهرن در انتخابات مجلس شورا برنده شوند. حزب جمهوری اسلامی بلافاصله به حملات علی تهرانی که او را در آن زمان همچنان استاد علی تهرانی می‌خواندند واکنش نشان داد. روزنامه جمهوری اسلامی ارگان این حزب در مقاله‌ای از دانشجویان اشغال کننده سفارت آمریکا خواست اگر اسنادی از همکاری رهبران عالی رتبه این حزب با امیر انتظام وجود دارد آن را منتشر کنند. محمد بهشتی دبیر کل حزب جمهوری اسلامی نیز در پاسخ به تهرانی گفت ایشان گفتند که آقایان هاشمی، بهشتی و خامنه‌ای تصمیم دارند از طریق کار حزبی در مجلس شورا برنده شوند. آیا فعالیت یک حزب برای اینکه رئیس جمهوری نامزد کند، برای اینکه فعالیت کند، برای انتخاب شدنش و برای اینکه نمایندگانی که صالح می‌داند اینها را به مجلس بفرستد، اینها توطئه است؟ اصولاً فلسفه تشکیل حزب این است و ما به همین منظور اقدام کردیم برای تشکیل حزب جمهوری اسلامی. علی تهرانی حالا به یکی از جدی‌ترین مخالفان حزب جمهوری اسلامی تبدیل شده و در انتخابات از نامزدی ابوالحسن بنی صدر حمایت کرد. بنی صدر در انتخابات به پیروزی رسید و اولین رئیس جمهور ایران شد. شیخ علی تهرانی در ماهای اولیه انقلاب از مخالفان سرسخت مجاهدین خلق بود و آنان را طاغوتچه خودگرا، ریاست طلب، منافق و مخالف رهبری انقلاب لقب می‌داد. او در 18 تیر 1358 از پدران و مادران خواست که از هر طریق که ممکن است فرزندان خود را از ورود در این گروه‌ها که برایشان هم خطر اخروی و هم دنیوی در پی می‌آورد، باز دارند. اما با جدی‌تر شدن اختلاف میان سازمان مجاهدین خلق به رهبری مسعود رجوی با مقامات جمهوری اسلامی، علی تهرانی به تدریج به مجاهدین نزدیک‌تر شده و مواضع او علیه نظام تازه تأسیس هر روز در روزنامه مجاهد ارگان سازمان مجاهدین خلق بازتاب گسترده‌ای می‌یافت. پس از آنکه آیت الله خمینی در سخنرانی خود در تیر ماه 1359 از نفاق مجاهدین خلق سخن گفت، تهرانی در مصاحبه‌ای گفت حزب جمهوری اسلامی نفاق دارد، نه مجاهدین خلق. با بالا گرفتن تنش‌ها در ابتدای سال 1360، تهرانی حالا دیگر در جبهه مقابل استاد قدیمی خود آیت الله خمینی قرار گرفته بود. بنی صدر در 30 اردیبهشت همان سال خبر از پیامی داد که شیخ علی تهرانی برای او فرستاده و از او خواسته بود تا جدی‌تر در مقابل چماق‌داران، اصطلاحی که برای هواداران حزب جمهوری به کار می‌رفت، بایستد و بنی صدر هم قول داد که چنین کند. در نهایت با رأی عدم کفایت سیاسی مجلس به ابوالحسن بنی صدر و برکناری او و ورود سازمان مجاهدین خلق به فاز عملیات مسلحانه در خرداد 60، علی تهرانی در 30 خرداد دستگیر و به زندان مشهد منتقل شد. او 8 ماه بعد از زندان آزاد شد، اما در منزلش تحت نظر بود. نیمه فروردین 1363 و در اوج جنگ میان ایران و عراق، مقامات رژیم بعث عراق خبرنگاران داخلی و خارجی را به هتل الرشید بغداد دعوت کردند تا برگ جدیدی از تبلیغات سیاسی و بین المللی خود علیه تهران را رونمایی کنند. خبرنگاران خارجی هنگامی که دعوتنامه را دیدند شوکه شدند.
آنها به کنفرانس خبری آقای علی تهرانی شوهر خواهر رئیس جمهور ایران در هتل الرشید بغداد دعوت شده بودند. شیخ علی تهرانی سالها بعد توضیح داد که در اسفند 1362 با لباس بلوچی خود را به شکل یک روحانی بلوچ درآورده و از طریق مرزهای جنوب شرقی ایران مقداری از مسیر را با موتورسیکلت و مقداری را به صورت پیاده طی کرده و پس از آن خود را به سفارت عراق در اسلام آباد پاکستان رسانده. پس از 10 روز که جواب مثبت بغداد به سفارت عراق ابلاغ شد، عراقی ها برای او گذرنامه عراقی صادر کردند و با هواپیما او را به بغداد بردند. به محض ورود به عراق، تهرانی تقاضای پناهندگی سیاسی کرد. او حالا در اوج دوران جنگ به صدام حسین دشمن شماره 1 ایران پناه برده بود. یک سال بعد بدری خامنه ای همسر او نیز به همراه فرزندانشان به تهرانی در بغداد پیوست. بدری خامنه ای برای سفر به عراق چند بار با برادرش که حالا رئیس جمهور ایران بود ملاقات کرده و خواستار دریافت گذرنامه شده بود، اما در نهایت هنگامی که از گرفتن گذرنامه ناامید می شود به صورت قاچاق از کشور خارج شده و با فرزندانش به عراق می رود. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات 10 اردیبهشت 1364 خود نوشته آقای خامنه ای با ناراحتی خبر فرار خواهرشان را با 5 فرزندش از کشور دادند. از ترکیه اطلاع رسیده است که او اکنون در ترکیه است ولی می‌خواهد به عراق برود. چند روز بعد بدری خامنه ای در یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد حضور یافت. او در این کنفرانس گفت که به همراه 3 دختر و 2 پسرش برای پیوستن به پدرشان از میان جبهه ایران و عراق فرار کرده و به عراق آمده و فاقد پاسپورت هستند. چگونه از ایران خارج شدید؟ ما به وسیله دوستانی که داشتیم خارج نامیم ایران عن طریق بعض الاصدقاء طبعا بصورة غير قانونية. از راه زمینی عن طریق البر. خانم بدری به عنوان خانم مبارزی هستید، الان وضع زن ایرانی در شرایط فعلی ایران از چه قراره؟ یه عده‌ای در ناراحتی، امثال ما که مبارز بودن زمان شاه. وضع المرأة في ایران كمثيلاتنا اللاتي كنا يناظمن ضد الشاه وضع غير طبيعي. وضعشون مثل ماست؟ وضعهم مثلنا، یا کشته شدن یا فرارین یا زندانه. اما وعدمنا او قتلنا او يمكثنا حاليا في السجون. شیخ علی تهرانی در عراق برای سالهای طولانی در بخش فارسی رادیو بغداد به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به آیت الله خمینی و دیگر رهبران ایران می پرداخت. تهرانی حالا در رادیو بغداد برنامه ثابت داشت و فرزندانش نیز در بغداد به دانشگاه و دبیرستان می رفتند. تابستان سال 1365 وقتی مجاهدین خلق از فرانسه به عراق آمدند، شیخ علی تهرانی که به خاطر آنها با جمهوری اسلامی در افتاده بود این بار به آنها روی خوش نشان نداد. خودش با عراقی ها در تعامل بود و گاهی او را برای سخنرانی به اردوگاه اسرای ایرانی می بردند. برخی اسرای ایرانی نقل کردند که رژیم صدام از پخش سخنان شیخ علی تهرانی علیه آیت الله خمینی و جمهوری اسلامی برای شکنجه روحی اسرای ایرانی استفاده می کرده. مخالفت‌های او با جمهوری اسلامی ایران و مشخصاً برادر همسرش تا سالها پس از رهبری او ادامه داشت و در سال 1373 که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مرجعیت آیت الله خامنه ای را تایید کرد، به شدت به آن حمله کرد. تهرانی اما 11 سال پس از سفر به بغداد مجبور به ترک عراق شد.
او در خاطراتش نوشته که پس از انتفاضه شیعیان علیه صدام حسین که ارتش عراق با هلیکوپترهای توپدار و تانک به مردم حمله کرده و عده زیادی را که به حرمهای مقدس در کربلا و نجف پناه برده بودند کشت، از طرف دایره استخبارات عراق شیخ علی تهرانی و همسرش را به آن دو حرم مقدس بردند و از او خواستند که با رسانه‌های عراق مصاحبه کند و بگوید پاسداران ایران عامل آن کشتار و خرابی بودند. تهرانی حاضر به مصاحبه نمی شود و در نتیجه دولت عراق از او می خواهد این کشور را ترک کند. او میگوید از یکی از کارمندان استخبارات عراق شنیده که صدام گفته بود کمکش کنید از عراق برود. تهرانی در خاطراتش می نویسد من دیدم ماندن خانواده در عراق صلاح نیست، بلکه حتی مقدور نیست. استخاره کردم به آقای خامنه‌ای که در آن زمان رهبر شده بود بنویسم از سفارت ایران بیایند منزل ما و وسایل بازگشت آنها را فراهم سازند. استخاره خوب آمد. حدود یک ماه بعد از سفارت آمدند و گذرنامه برای آنها درست کردند و به ایران بازگشتند. تهرانی در سال 1373 خانواده‌اش را با هماهنگی سفارت به ایران فرستاد و در اسفند همان سال خودش را تسلیم پاسگاه مرزی ایران کرد. او پس از بازگشت به ایران بازداشت و در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شد. در بازجویی مورخ 7 مرداد 1374 تمام ارتباطات خود با مجاهدین خلق پیش از فرار از کشور را انکار کرد و درباره نسبت خود با سازمان مجاهدین و تشویق مردم به شورش مسلحانه علیه نظام گفت که هیچگاه نه در سخنرانی ها و نه در نوشته های مردم را به شورش علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دعوت نکردم. سرانجام دادگاه ویژه روحانیت او را به اتهام همکاری با دشمن در زمان جنگ، حمایت از گروه‌های معاند و محارب همچون سازمان مجاهدین خلق، افترا به کارگزاران نظام اسلامی و همکاری با رژیم بعثی عراق محاکمه و مجرم تشخیص داد. اما دادگاه با توجه به اینکه او شخصاً خود را تسلیم نیروهای نظامی ایران کرده بود، با تخفیف به 20 سال حبس خارج از محل سکونتش محکوم کرد. شیخ علی تهرانی به زندان رفت و تا سال 1384 دوران محکومیت خود را پشت سر گذاشت. سرانجام پس از گذشت بیش از 9 سال زندان کم کم مرخصی‌های تهرانی از زندان اوین آغاز و طولانی تر شدند و در آخر غالباً در خارج از زندان به سر می برد. او سرانجام آزاد شد و در تهران در کنار همسر و فرزندانش زندگی می کرد. تهرانی انتقاد از آیت الله خمینی را تا آخرین سالهای عمرش نیز ادامه داد. او در سال 1395 در یک مصاحبه ای آیت الله خمینی را متهم کرد که پس از اولین بازداشت خود در سال 41 تعهدنامه‌ای مبنی بر عدم دخالت در سیاست امضا و به نوعی با ساواک سازش کرده بود. شیخ علی تهرانی سرانجام در 27 مهر 1401 در 96 سالگی در تهران درگذشت. این هم داستان زندگی شیخ علی تهرانی، روحانی مخالفی که به سبب خویشاوندیش با رهبری همواره خبرساز بود و حتی آزادی او پس از بازگشت از عراق نیز با انتقاد و کنایه‌های مخالفان رهبری مواجه شد. نظر شما درباره او چیست؟ لطفا نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفا کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید.